وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه خط رفاه هستید. من خلیل کیوان به همراه همکارم آراد علیزاده از بخش فنین برنامه را برای شما تهیه می‌کنیم. عنوان برنامه امروز ما هست کارگران علیه ستم و تبعیض. اعتراضات کارگران در اقصی نقاط ایران علیه بی‌حقوقی‌ها پیوسته در جریان بوده و هست و طی سالهای گذشته این مبارزات ابعاد گسترده‌ای هم پیدا کرده. اعتراض به اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها، دستمزدهای عقب افتاده، میزان دستمزد، قراردادهای موقت و بسیاری از بی‌حقوقی‌های دیگر از جمله موضوعاتی است که مورد اعتراض کارگران بوده. آیا اعتراض کارگران صرفاً در این محدوده هاست؟ به عبارت دیگر فقط در حوزه مسائل صنفی هست؟ کارگران در مورد مسائل اجتماعی و معضلات اجتماعی چه میگویند؟ آیا اعتراضی به بی‌حقوقی‌ها در زمینه‌های اجتماعی ندارند؟ نقش کارگران در پایان دادن به ستم و تبعیض در زمینه‌های مختلف چیست؟ راه حل کارگری برای پایان دادن به مشقات، ستمها و تبعیضات مختلف در جامعه از چه قرار است؟ این پرسش‌ها را با محسن ابراهیمی مهمان برنامه در میان می‌گذاریم. محسن ابراهیمی، خوش اومدید به برنامه. خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم در برنامه‌تون هستم. دائما می‌شنویم در اخبار که کارگران در حال مبارزه هستند، بیشتر در حوزه مسائل رفاهی و اقتصادی. از گوش و کنار ایران اخبار این اعتراضات مدام در صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها منعکس میشه. آیا اعتراض کارگران صرفاً در زمینه مسائل رفاهی اقتصادیه؟ می‌بینیم که به ندرت علیه ستم و تبعیضات دیگه اعتراضی دارن. چرا اینطوره؟ خب شاید در مقایسه با اعتراضات کارگران به مسائل متنوع جامعه، ستمهای متنوع، خب ابعاد اعتراض برای مسائل رفاهی خودشون بیشتر باشه. برای مثال در سال گذشته اونجوری که ثبت شده در منابع مختلف نزدیک 36,000 اعتراض بوده که 16,000ش مربوط به اعتراضات و اعتصابات کارگری بود که خب خیلی از این اعتراضات و اعتصابات هم برای افزایش حقوق، بالای خط فقر یا مثلا در مقابل بیکاری، علیه بیکاری، بیکار کردن کارگران و مسائل مختلفی که کارگران هر روز باش درگیرن. خب به این معنا میشه گفت که کارگران در سطح وسیع به خاطر معیشت خودشون دارن مبارزه میکنن، ولی مطلقاً محدود به مسائل اقتصادی و صنفی کارگران نیست، نمیتونه باشه. مخصوصا در سالهای اخیرم تعداد اعتراضات و توجه کارگران به مسائل و تبعیضهای متنوع جامعه تحت سلطه حکومت اسلامی بیشتر شده. این یه خیلی طبیعیه، شاید بشه گفت کارگران بیشتر میپردازن مسائل رفاهی، رفاهی هم که معیشتشون واقعا. برای مثال زنان هم که مستقیما ستم میکشن در یه حکومت بر اساس قوانین شریعت، خب بیشتر علیه این تبعیض دارن مبارزه میکنن. یا مثلا اقلیت‌های مذهبی که مستقیما تحت رنج و ستم هستن برای مقابله با این وضعیت مبارزه میکنن. یا مثلا دگرباشان جنسی. منظورم این نیست که این قشرهای مختلف جامعه فقط در این مورد باید مبارزه کنن یا دارن مبارزه میکنن، اینجوری نیست. حتما در قبال مسائل دیگه هم احساس مسئولیت میکنن و کردن و کارگران هم همچنین در قبال مسائل متنوع جامعه مخصوصا در سالهای اخیر اعتراضات گسترده داشتن، توجه خیلی جدی نشون دادن و خواهند کرد. بله، دیدیم در برخی از اعتراضات و تجمعات اعتراضی و همینطور در بیانیه‌هایی که تشکل‌های کارگری منتشر کردن به مسئله حق تحصیل، بهداشت رایگان هم پرداخته شده. در بعضی از این بیانیه‌ها به موضوعاتی مثل
زندانیان سیاسی، بیحقوقی زنان، مجازات اعدام، رفتار تبعیض آمیز نسبت به کارگران غیر بومی و غیره، به اینها پرداخته میشه. ولی چرا اغلب این اعتراضات در زمینه مسائل اقتصادی هست و معیشتی و کارگران به طور روشن و برجسته‌ای علیه این تبعیضات اعتراضاتی رو در دستور نگذاشتن؟ من میخوام بگم که با این تبیین من متفاوته. این فرض شما، این سوال شما که چرا بیشتر در این زمینه‌های مربوط به مسائل کارگری دارن مبارزه میکنن، همچنان که تو صحبت اول گفتم، این واقعیتی که از نظر بالاخره مقایسه مجبورن و مشغول مبارزه برای تأمین معیشت خودشون، تغییر وضعیت معیشت خودشون هستن. ولی کارگران همچنان که گفتم در مورد مسائل متنوع جامعه، یعنی تبعیض‌ها و ستم‌های متنوع جامعه، واکنش‌های خیلی جدی داشتن. کارگران خیلی دلیلش هم روشنه. کارگران فقط در کارخونه نیستن، فقط در محیط صنفی نیستن، فقط مسئله مثلا دستمزد 5 بار زیر خط فقر آزارشون نمیده، زندگیشون رو پایمال نکرده. کارگران در جامعه زندگی میکنن، کارگران زنن، از قوانین شریعت رنج میبرن. کارگران تعداد بیشتر از کارگران زنن یا خانوادهشون زن داره، بالاخره از مسئله حجاب برای 40 و چند ساله دارن رنج میبرن و مبارزه میکنن. کارگران با مسئله اعتیاد که یکی از مهمترین مسائل جامعه درگیرن و اتفاقا بخشای کارگری جامعه بیشتر از اعتیاد به خاطر فقر و بدبختی و محرومیت و بی آیندگی در حکومت اسلامی رنج میبرن. کارگران زندانی میشن. همین الان تعداد زیادی از فعالین و رهبران کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و مسلمه که مسئله زندانی سیاسی و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی مسئله کارگرانه و الان دارن مبارزه میکنن. کارگران اعدام شدن. کارگران بیشتر از حتی بخشای دیگه جامعه از مسئله تباهی محیط زیست دارن رنج میبرن. میخوام بگم که به این معنی اصلا کارگران نمیتونن به مسائل دیگه جامعه نپردازن. پرداختن، و این رو ما در بیانیه های قطعنامه های بسیار روشن و صریح کارگران در اول می، 8 مارس، روز کودکان، در روز علیه شکنجه، خشونت علیه زنان، ما داریم میبینیم در اکثر این بیانیه ها و قطعنامه ها کارگران در رابطه با معیشت، منزلت، آزادی، بهداشت و درمان عمومی، در مورد همه اینا، حق تشکل، برابری زن و مرد، اطلاعیه دادن، قطعنامه دادن، خطاب به جامعه، یا مثلا شعارهایی که کارگران در طول مبارزاتشون مخصوصا در چند سال اخیر دادن، همه این شعارها بخشی از شعارها و خواسته های جامعه است. برای مثال دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. این در اعتراضات کارگری گفته میشه که کل جامعه این حقبازی سیاسی حکومت اسلامی در رابطه با دشمن آمریکاست، اینو میگه کارگران، اینو گفتن. یا مثلا نان کار آزادی اداره شورایی که اسماعیل بخشی در اعتراضات قدرتمند کارگری در هفت‌تپه مطرح کرد، هر کدوم از اینا، نان کار آزادی، مسئله میلیون ها مردم در جامعه، یا مثلا شعار حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، این فوق العاده مهمه. وقتی یک کارگران از فلاکت عمومی حرف میزنن، رسما کل جامعه رو مورد خطاب قرار میدن. وقتی از حقوقهای نجومی دارن صحبت میکنن، مردم میفهمن که این حقوقهای نجومی یعنی ثروت جامعه در اختیار قشر اقلیت آقازاده های اسلامی میلیاردرهای حاکمه و به خاطر همین فقر و فلاکت تو جامعه گریبان اینجا مردم رو گرفته. یا مثلا شعار کشور ما دزخونه است، توی جهان نمونه است. این شعار فقط کارگران نیست، ولی کارگران این شعار رو دادن، این شعار میلیون ها مردم. یا اگه یه مقدار برسیم به اعتراضات میدونی کارگران، کارگران در خود میدون، در اعتراضات خیابونی، در اعتصابات هم نشون دادن که علیه تبعیض‌های متنوع جامعه مبارزه میکنن. برای مثال 2 تا مثال میخوام بزنم، این صحبت اینجا تمومش کنم. اسماعیل بخشی وقتی زندانی شد، از زندان اومد بیرون، دستگاه قضایی ستمگر حکومت اسلامی را به مصاف کشید.
اعلان کرد رئیس دادگستری، رئیس رؤسای دادگاه، این اوباشی که اونجا حاکمان باید بیان در تلویزیون جواب بدن. میخوام بگم این درد دل مردم ایران بود که دستگاه قضایی فاسد و ستمگرش زندگی مردم رو تباه کرده. یا مثلا جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی که از زندان در رابطه با امنیتی کردن هر اعتراضی، هر اعتصابی، هر تحرکی در جامعه حکومت اسلامی میکنه علیش اعتراض کردن. میخوام بگم همه اینها مسائل، معضلات، تبعیضها و مشکلات جامعه در مقیاس میلیونی که کارگران همیشه دخالت کردن، نظر دادن، اعتراض کردن و جامعه رو خطا قرار دادن. بله، این تصویری که شما میدید به وضوح نشون میده که رابطه ای هست بین مبارزات کارگری و مبارزات سایر بخش های جامعه و در هم تنیدن. چطور میشه اینها را بیشتر به هم مربوط کرد، به هم گره زد و به یک موقعیت برجسته تری در جامعه رسوند، در موقعیت بهتری؟ ببینید، این مهمترین، به نظر من مهمترین کاری که در این زمینه باید کرد و من فکر می‌کنم در همین زمینه هم کارگران، رهبران کارگری الگوهای فوق‌العاده قدرتمند و روشنی رو نشون دادن، این هست که کارگران همچنان که گفتم و دارن انجام میدن در تمام اتفاقات جامعه خطاب به جامعه تحرک سیاسی و اعتراضی داشته باشن که دارن میکنن. برای مثال کرونا در جامعه بیداد میکنه، از زندان رهبران کارگری برای آزادی زندانیان، نه فقط هم زندانیان سیاسی، آزادی زندانیان مبارزه میکنن، تلاش میکنن. یا مثالی که در رابطه با اسماعیل بخشی مطرح کردم، وقتی شکنجه توسط دستگاه قضایی علیه فعالین کارگر رو به مصاف میکشه، به یه معنا داره مسیر رو نشون میده که کل جامعه که به هر دلیلی، با هر تحرکی، با هر اعتراضی زندگیش تو زندانهای جمهوری اسلامی میفته، زندانها و شکنجه میبینن، کل جامعه رو خطاب قرار میده و در حقیقت معترضین جامعه رو به هم نزدیک میکنه. یا برای مثال پدیده سپیده قلیان، به نظر من پدیده مهمیه. سپیده قلیان، نشریه گام، یا دانشجویانی که اومدن در اعتراضاتشون فرزند کارگرانیم، کنار کارگران میمانیم، همه اینها در حقیقت بخش‌های مختلف جامعه هستند که عملاً به هم نزدیک شدن، عملاً احساس همبستگی و اظهار همبستگی و نه فقط احساس همبستگی بلکه مبارزه برای همبستگی با کارگران نشون دادن. یا مثلا کارگران وقتی در هفت‌تپه، در اهواز، فولاد اهواز، در هپکو، در آذرآب عراق یا در جاهای مختلف اعتراض کردن و ما دیدیم که چگونه بلافاصله سر و کارشون با دستگاه امنیتی، امام جمعه محل، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، دستگاه قضایی افتاد، بلافاصله کارگران درخواست همبستگی وسیع سراسری کردن و دیدیم که در، فکر میکنم به ماه سال 99 بود که در مقابل دادگستری جمهوری اسلامی یک تجمع وسیع اعتراضی با حضور زنان، جوانان، پیرمردان، پیرزنان، واقعا سنهای مختلف، اقشار مختلف جامعه اونجا تشکیل شد و در اونجا دیدیم که چه شعارهای بسیار بسیار قدرتمندی در همبستگی نشون دادن. برای مثال از هفت‌تپه تا تهران، مرگ بر غارتگران، از هفت‌تپه تا تهران، کارگران در زندان. همه اینها به نظر من نشون دهنده گام‌های بسیار جدی عملی توسط کارگران، رهبران کارگری و بخش‌های مختلف جامعه که مثل کارگران تحت ستمن، تحت تبعیضن، در کنار هم، با هم و برای به اصطلاح اهداف مشترک حرکت میکنن، اینا رو داره نشون میده. میخوام بگم که کارگران واقعا الگو نشون دادن سر همبستگی کارگر. یه مثال اینجا میخوام بزنم. برای مثال سیل و زلزله رخ میده، ما میدونیم که بلافاصله مردم به همیاری و همبستگی دارن نشون میدن، به همیاری هم میشتابن و بلافاصله حکومت اسلامی داره دسته سرکوبگر خودش رو میفرسته اونجا و اونایی که کمک میکنن اونا رو دستگیر میکنه. کارگران از زندان و خارج از زندان بارها و بارها دیده شده. در این همیاری بسیار شکوهمند و واقعا شعف انگیز جامعه نقش ایفا میکنن و این فوق العاده مهمه
یعنی اینکه زلزله به ما مربوطه، سیل به ما مربوطه، هر اتفاقی در جامعه میفته، هر رنج و بدبختی و دردی در جامعه وجود داره، به ما کارگران، به ما رهبران کارگری، به ما فعالین کارگری مربوطه. ما همچنان که رنج میبریم، مردم شما اقشار مختلف مردم رنج میبرین، همه با هم باید مبارزه متحد پیش ببریم. به نظر من کارگران در این رابطه الگوهای جدی اعتراضی نشون دادن. بله، تبعیضات متعددی در جامعه در جریانه که به کارگران مربوطه. یکی از بروزات این تبعیضات بومی و غیر بومی کردن کارگرانه که این مبنای استخدام قرار میگیره، بر این اساس دولت و کارفرماها دست به اخراج کارگر غیر بومی میزنن، قراردادهای تازه میبندن که دستمزدهای کمتر بدن، سود بیشتری داشته باشن و در این حال از این طریق به اختلافات در میان کارگرها دامن بزنن. تو این رابطه چیکار باید کرد؟ بله، این یکی از بیشرمانه ترین تحرکای حکومت اسلامی در مقابل کارگران به همبستگی کارگری، چون حکومت اسلامی به شدت از همبستگی کارگران با هم، برای مثال وقتی هفت تپه اعتراض میشه فولاد اهواز به کمکش میاد، یا در هپکو کارگران در شهر تظاهرات اعتراضی سازمان میدن و مردم شهر رو دعوت میکنن و مردم شهر بهشون میپیوندن، یا در شوش همچنان همین اتفاق میفته و بعدش این همبستگی با کارگران از منطقه از شهر فراتر میره، جنبه سراسری میگیره، حکومت اسلامی به شدت از این میترسه و تلاش میکنه. برای مثال در هفت تپه که همبستگی کارگران رو دید، بلافاصله یادمون هست که در به اصطلاح اون فرمی که داشتن پخش میکردن برای استخدام، گفته بودن که باید پدر معلوم بشه، پدر اون متقاضی قومیتش چیه، اینو گفتن. ولی با چه چیزی مواجه شدن؟ اسماعیل بخشی، رهبر محبوب کارگران هفت تپه، بلافاصله پاسخ داد و این پاسخ اسماعیل بخشی در حقیقت صحبت دل کارگرانی بود که با استقبال مواجه شد. همون موقع گفت که قوم پرستا و قومی که اونایی که میخوان قومی کنن مبارزه همبسته کارگر هفت تپه رو باید برن کنار، هیچ ربطی مبارزه ما نداره. یا مثلا در اول می فکر میکنم 2015 و 2018 یکی از اینا بود یا هر دوتاش بود، در مقابل خانه کارگر شعاری را علم کردن که اتباع کارگر افغانی اخراج باید گردد، یه شعاری اینجوری کارگر افغانی اخراج، یا کارفرما حیا کن افغانی رو رها کن، منظورش اینه که افغانی رو استخدام نکن. ولی واکنش چی بود؟ واکنش این بود که بلافاصله رهبران کارگری حتی از درون زندان یا اتحادیه آزاد کارگران جعفر عظیم‌زاده بیانیه پرشوری دادن علیه خانه کارگر، حکومت اسلامی، سرمایه‌دارانی که شیره جون کارگران افغانی رو میکشن. ولی وقتی روز همبستگی کارگران بود، اول میخوان اینا رو به جون هم بندازن، کارگران واکنش فوق‌العاده جدی نشون دادن. و یا مثلا جالبه، در آذربایجان یک سایت فیسبوکی رو انداختن، دار و دسته حکومت اسلامی توش دخیلن، وزارت اطلاعات دخیله، اسم فیسبوک اخراج تروریستای کرد از آذربایجان غربیه، ولی توش چه فعالیتی میکنن؟ تروریستای کرد، منظورشون کرداست دیگه، یکی از فعالیتشون اینه که مردم شما باید محل تجمع کارگران کرد در مثلا تیکاب و نمیدونم میانداب و جاهای مختلف رو گزارش بدیم به این شماره تلفن که برن سراغشون. شماره تلفن چیه؟ سپاه پاسداران وزارت اطلاعاته. یعنی میخوام بگم که اینا کاملا برای حکومت اسلامی مهمه، ولی جنبش کارگری در ایران بسیار آگاه، بسیار پیشرو، بسیار روشن سر این ماجرا در مقابل این تحرکات سیاسی شنیع حکومت اسلامی ایستاده و خواهد ایستاد. بله، اینطور که میگید کارگران نه تنها در این عرصه ها مبارزاتی را هم پیش بردن و این بخش را به هم پیوند زدن، معتقدید که گام های عملی زیادی هم در این زمینه برداشتن، بعضا اشاره کردید. اگر نکته دیگه در این زمینه، در زمینه اینکه کارگران گام هایی در این زمینه برداشتن دارید، بگید تا به آخرین سوالم بپردازم.
من نکات مثال هایی که زدم مثال ها باید نمونه هایی از به اصطلاح تحرک کارگری توسط رهبران کارگر، اونم کدوم رهبران؟ رهبرانی که در جامعه بسیار متحدن، بسیار محبوبن و جامعه واقعا نشون دادن تو جامعه که از به اصطلاح پیشروان تحرک سیاسی برای پایان دادن به عمر حکومت اسلامی هستن. به این فوق العاده مهم. بله، از تبعیضات گفتیم و مبارزه کارگران علیه این تبعیضات. آخرین پرسش ما از شما دارم محسن ابراهیمی، حالا برای ما بگید که جایگاه و نقش طبقه کارگر در مبارزه برای رهایی از همه این تبعیضات و رسیدن به یک جامعه‌ای که در خور شهروندان جامعه باشه و این جامعه آزاد که در اون سعادت و رفاه همگان مد نظر باشه، چه نقشی داره طبقه کارگر؟ بله، اگه بخوام این سوال فوق العاده مهمیه، پاسخ این سوال رو یه جوری مطرح کنم که یه تصویر عمومی از نقش و جایگاه تاریخی و سیاسی طبقه کارگر برای رهایی کل جامعه، نه فقط برای رهایی خودش، کل جامعه رو نشون بدم. شاید با این مثال بهتره شروع کنم که تاریخ مبارزه طبقاتی طبقات زیادی رو به خودش دیده که برای آزادی، برای رهایی مبارزه کردن. برای مثال سرمایه‌داری، بورژوازی برای رهایی مبارزه کرده به طور واقعی، رهایی خودش. سرمایه‌داری در طول تاریخ وقتی با فئودالیسم میخوام بگم مبارزه میکرد، خب از نظر اقتصادی در جامعه مسلط بود، در سطح وسیع بالاخره قدرت اقتصادی داشت، ولی این میخواست قدرت سیاسی هم به دست بگیره و علیه فئودالیسم، فئودال ها مبارزه کرد تا خودش رو مسلط کنه. یکی از کارهایی که این سرمایه‌داری، طبقه سرمایه‌دار که برای رهایی مبارزه میکرد، این بود که بخشای زیادی از بشر رو، انسانها رو، از ارباب و رعیت یا صرف بودن و برده به اصطلاح فئودال بودن رها کرد، ولی رها کرد تا اسیرشون بکنه. تعداد زیادی، میلیون ها انسان رو از مزرعه و زمین و کشاورزی و فئودالیسم رها کرد، ولی رهاییشون بلافاصله با قیادتشون، با اسارتشون در چنگال خود طبقه سرمایه‌دار بود. میخوام بگم طبقه سرمایه‌دار برای رهایی مبارزه کرد، ولی رهاییش بلافاصله همزمان میشه با اسارت طبقه دیگر. اصلا نمیتونه بدون اسارت، بدون استثمار، بدون چپاول طبقه دیگری به حیات خودش ادامه بده که طبقه کارگره. ولی طبقه کارگر در این زمینه متفاوته. طبقه کارگر هم برای رهایی مبارزه میکنه، برای رهایی خودش مبارزه میکنه، خیلی روشنه. ولی طبقه کارگر برای اینکه خودش رو رها کنه، بذار اینجوری بگم، کارگر نمیتونه رها بشه مگر اینکه کارگر نباشه. تا زمانی که کارگره، یعنی مجبور هر روز بلند شه و بره نیروی کار خودش رو بفروشه برای صاحبان وسایل تولید که معلوم نیست از کجا آوردن، معلوم البته تاریخا از کجا آوردن، و از اون ثروتی که خلق میکنه فقط گوشه کوچکی بهش بدن تا بتونه یه گوشه کوچکی از ثروت خودش رو برای خودش چیز کنه. خب کارگر برای اینکه رها بشه باید نظام سرمایه رو از بین ببره، باید کار مزدور رو از بین ببره، باید اون سیستمی رو از بین ببره که به کارگر رو مجبور میکنه همیشه در اسارت زندگی کنه، در بردگی مزدی زندگی کنه. خب اگر روشن بشه که سرمایه داری منشأ سایر تبعیض ها هست، یا اگر منشأ سایر تبعیض ها نیست، اون تبعیض ها رو تولید میکنه برای اینکه سلطه خودش رو بر کارگران و بر جامعه تحمیل کنه، اون موقع معلوم میشه که مبارزه کارگر برای رهایی از سرمایه داری، از مناسبات طبقاتی، زمینه ستم های دیگر رو از بین میبره. فقط یه مثال میزنم چون وقتمون کمه، مذهب که مربوط به سرمایه‌داری نیست. حتی در انقلاب کبیر فرانسه علیه مذهب هم مبارزه کردن، چون میخواستن جامعه رو در خدمت سرمایه قرار بدن، ولی ما دیدیم که در انتهای قرن 20 مذهب رو آوردن در قالب خمینی و حکومت اسلامی در جامعه حاکم کردن. مذهب که مربوط به عهدهای گذشته است، سرمایه‌داری نیاز داشت مذهب رو دوباره حاکم کرد. اگر زمینه چرا؟ چون سرمایه‌داری نیازمند سرکوب جامعه است و مذهب هم اینجا کمک گرفت ازش. اگر زمینه ستم بر جامعه، اگر زمینه چپاول جامعه توسط اقلیتی که حاکمن و اون اقلیت نیازمند سرکوب از بین بره،
تبعیضها و ستمهای دیگه از جمله ستم مذهبی از بین میره و اینجاست که کارگر، طبقه کارگر، البته طبقه کارگری که تونسته خودش رو در حزب سیاسی کمونیستیش متشکل کنه که این خودش بحث مفصلی میخواد، هست که میتونه خودش رو رها کنه، با رهایی خودش از مناسبات سرمایه‌داری زمینه تمام ستمهای اجتماعی، ستم بر زن، ستم بر اقلیت‌ها، اعتیاد و همه اینها رو از بین ببره. خیلی ممنون محسن ابراهیمی. متشکرم. بینندگان گرامی برنامه خط رفاه، برنامه ما تحت عنوان کارگران علیه ستم و تبعیض رو ملاحظه کردید. تا برنامه دیگه برای شما هر کجا که هستید، شب و روز و صبح خوبی رو آرزو می‌کنم.